خدا حافظ ای عشق، خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظ ای عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست، روزی که مرتضای عزیز پروازش به دوستش، به بر دوستش آغاز شد، امروز برای آن جشن میگیریم. جشنی که دیگر در آن غم و اندوه نیست، نباید باشد. Let me recite a, in addition to those of course beautiful poetries of فارسی، اون اشعار زیبایی که اکثرا به فارسی گفته میشه از نظر ادبا و عرفای بزرگمون، میخوام یک شعر به انگلیسی شنیدیدم گفتم هم این قبل، ولی I don't want to remiss this, I want to share it with you، که زبان حال مرتضی جان عزیزم هست. Miss me but let me go، اگه میخوای به یاد من باشید، دلتون برای من تنگ شده، باشید، هیچ مسئله نیست. ولی the moment that I have been called to go back and to return to him، I don't want you to suffer, to cry or weep, as also Rumi says the same thing, and be ready for this departure. When I come to the end of the road and the sun has set for me, I want no rights in a gloom-filled room. No more sadness, no more gloom and dooms. Life goes on. You march toward the higher ends. Why cry؟ چقدر زیباست این جمله، همون حرف حافظ است. Why cry for a soul set free؟ انگامی که یه روح آزاد میشه، از قالب بدن جدا میشه، پرواز ملکوتیش رو آغاز کرده است، تو که درگیری و ناراحتی به اون صورت ندارم، چرا cry کنی for a soul free؟ همون حرف حافظ. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. This is the one. As long as you are really true obedient of love, you believe in love, in kindness, in connection to each other, as human being, humanity and love, as I said from Sa'di's point of view, then you don't have to worry. این نجات ابدی روح و جان از جسمی که تو رو محبوس کرده است، جای درد و رنج نیست، جشن زندگی است. Miss me little, not too long, but not too long, and not with your head bowed low, no, raise your head. Be happy in a sense that my sufferings and pains have ended. No more suffering, no more grief, no more bothering, it's time for relief. Because you come to the point that you have to be able to say, I am going to a resting place. That's time for me to rest in peace. Remember the love that we once shared. Miss me, but let me go. For this is a journey we must all take. Of course. All of us should take this journey. این مسافرت ابدی است که باید بریم. هممون. هیچ کس با فنفر نمیره. When you are lonely and sick at heart, go to the friends we know, bury your sorrows in doing good. Miss me, but let me go. در اینجا اجازه بدید من اشاره به بیوگرافی مختصری از اون مرحوم داشته باشم. میدونم که اگه اسی جان هم بعدن اگه دوست داشتید کلماتی رو اضافه می‌فرمایید ممنون میشم. همیشه صحبت از اینه که عزیزان می‌شناسید، شناختید بهتر از من، بیشتر از من مرحوم مرتضی غمسری عزیز که ضمناً از سادات هم بودن، سادات طباطبایی. جالب است که مکه هم دوباره دغدغه رفتن در دوران زمان سابق و گذشته هم همه و همه خب گویا یک سری
کیفیت‌های خاص فرهنگی و اجتماعی است که ایشون داشتن. اجازه بدهید بیشتر آشنا بشیم. مرحوم مغفور جناب آقای مرتضی غمسری عزیزمون، فرزند روانشادان سید اسدالله غمسری و بانو صدیقه کاشانچی، در تاریخ 19 ژوئن 1945 در تهران چشم به جهان گشود و با کمال تأسف و تأثر در تاریخ 17 مارچ سال جاری 2017 دار فانه را ویدا گفت و روحش به ملکوت اعلی پرواز نمود. روحش شاد و یادش پیوسته گرامی با. او به نظر من این جمله رو من اشاره کردم در اینجا که به حق میتوان گفت که پس از عبور از درگیری ها، چالش های بسیار شکننده سخت، مخصوصا از جهت بیماری و از این قبل، اکنون به آرامش حقیقی نائل یافته است، جای خودش را پیدا کرده است. He has found his place near the divinity or in the best comfort as somebody can get. در واقع امروز به جشن زندگی این عزیز آمده ایم و نشسته ایم و حضور یافته ایم و کمتر کسی است در این اجتماعات و جامعه از وینو که با این عزیز آشنایی نداشته باشه. خبرنگار و نویسنده و هنرمندی ارزشمند در قسمت‌های مختلف و در سال‌های گوناگون. من می‌خوام قبل از توضیحات بیشتری در اینجا از بازماندگان و عزیز نام ببرم، فرزندان دلبند و عزیزشان که در اینجا حضور دارن. And of course they arrived from England, as I understand, is that correct? From London? Very good. And we have the honor to have their presence here. Indeed, your relation, your ideas, your connection right now, I would say definitely and clearly that bring his presence to us, witnessing us, observing us, and looking upon us. فرزندانشون به نام‌های آقایان پیام، نوید، آبتین و جوپین که در انگلستان زندگی میکنن. همسر ایشان خانم الن غمسری که در انگلستان هستن و همچنین میخوام اشاره کنم به برادر گرامی و خواهران عزیزش. اول اسی جان هستن، اسماعیل عزیز که در اینجا تشریف دارن، آقای غمسری و خواهرانشون هر دو روانشادان، روحشون شاد، خانم ها شکوه سادات و نجم سادات و دو نوه عزیز به نام های سریا و کیوان. من کیوان رو دیدم اینجا، کجا رفتم؟ کیوان نیست؟ نه، پسر شما بود. او شاهین جان، بله. بس یه شمه مختصری از فعالیت اون مرحوم عرض کنم که ویژگی های ارزشمند اون مرحوم هم در بر داره. از سن 18 سالگی، سنی که امروز روز شاید تا 10 سال 12 یا 15 سال بعدش به زور میتونیم جاب بگیریم و کار کنیم، ایشون به کار روزنامه نگاری که مورد علاقه وافر او بود پرداخت از 18 سالگی. در این مسیر پرکشاکش که همه پر از پیچ و خمش میدانیم، با توفیق فراوان روبرو شد. همونطور که مستحضرید در قسمت‌های مختلف فعال بودن، نویسندگیشون در مجلات مختلف که نام خواهم برد، عکاسیشون، طراحی و دیگر امور هنرمندانه پرداخت و این امور و این کاراشون تا آخرین لحظات عمرشون ادامه داشت. در این فیسبوک در جاهای مختلف فعال بودن و فعالیت داشت. تحصیلات خود رو در زمینه فشن دیزاین، همینطور که از جان شما فرمودید، بسیار جالبه که این مالتیپل دیمنشنز آف سامبادیز تالنت، در فشن دیزاین کار کرد، در هنرهای دراماتیک کار کرد. در حقیقت آن مرحوم یکی از دو خبرنگاران مشهور بین المللی که در واقع اینترنشنال فریلنس جورنالیست در اون موقع بودن در خارج از کشور و بعدن هم به همین کار پرداختن محسوب میشه و به صورت آزاد در امور مختلف
مجلات مختلف فعالیت داشتم، برنامه‌های گوناگون تلویزیونی که برای مثال آلبوم شهر جام جم رو میتونیم نام ببریم، شاید در اون مصاحبه هم که حقیر داشتم باشون قسمتی از کارش در آلبوم جام جم، آلبوم شهر جام جم. In the name of God, the most merciful and the most compassionate. The God of love and kindness. The God who is the true ruler and the only ruler of the day of judgment. He's the only judge. Nobody else. You cannot judge me. I cannot judge you. No matter what you do or who you are. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. برای شادی روان مرحوم مغفور سید مرتضی غمسری است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله بگید لطفا. لا اله الا الله. Watch out for your feet here. Thank you. لا اله الا الله. فقط بگید لا محمد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. همینجا بگید. همینجا. به صورت بگید. Let's go. بفهمید پشت از اون بچه جملاتی است که قبل از نماز گفته میشه. با اجازه خانواده محترم عزیزان، with your permission we are going to begin the prayer. It's not going to take that long. It's standing of course and five takbir. Allahu Akbar. معانی عباراتش اعتقادیه، چیز خاصی هم نیست، در حقیقت مثل همون مفاهیم حمد سوره است که عنوان کرد. خب با اذان شروع میکنیم. الله اکبر الله اکبر. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اکبر الله اکبر. لا اله الا الله. نماز میت برای مرحوم محفور سید سری به جان الله اکبر. حمدا ازلیا و ابدیت رحمتک یا الله اکبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمين. الله اكبر. اینجا نماز به پایان میپذیره، لطفا ادامه بدید. آخرش از عشق وطن همین روزا دق میکنم. زنده باد آزادی. سرود ایران ارز پرگوه رو بخونه مرتضی رو به دست خدای ایران بسپاری. ای ایران ای مرز پرگوه بخونه. ای خاک از سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بنام آینده مانی تو جا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خاری من آهدم جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عزیزم دلت نازنینه دیگه نیستی عاشق حقیقت همینه. خداحافظ.
عشق خدا حافظ ای گل واسه دل شکستن نداری تحمل خدا حافظ ای عشق برو به سلامت مثل من به غصه نداری تو عادت خدا حافظ ای عشق خدا حافظ ای گل واسه دل شکستن نداری تحمل خدا حافظ خدا حافظ ای گل واسه دل شکستن نداری تحمل